زندگی با شما مهربانتر خواهد بود پرنسس من. وقتی که این شرایط رو درک کنید و بتونید بپذیرید، اون وقت براتون بهتره که دیده بشید اما شنیده نشید. این موج میخواد منو هم ببره، منو پایین میکشه یه دست، میشکنم و باز خاموشم، یه سائقه منو شکست، گریه کرد، دل تو سینه من مرد، من جون میدم، عشق منو به غم سپرد، ساکت نمیشم، حالا دیگه آتیشم. انگار رو سنگ نوشتن قانونو، هزاران سال اینطوره، تیغ دست هر کسیه میبره، نمیدونم که چی میشه. منم سر حرفم همیشه، هر کاری بکن نه من تنه از اینجا ببرینش. بهشون بگو از این تو یه پسر بچه بودی، درست وقتی که پدرت اومد روی زمین کار کنه، ولی بزرگ شدی و مورد اعتماد ترین سرباز ما شدی. میدونم که به عنوان یه مرد با وفا و عادلی، ولی الان باید انتخاب کنی. انجام وظیفه همیشه شرافت نمیاره. سخت‌ترین کار ما ایستادگی در برابر دشمنانمون نیست، بلکه مقابله با کسایی هستش که دنبال رضایت دشمنانمون هستن. جعفر لیاقت بزرگی و ایثارگری تو را نداره حکیم. من چیزی به جز سربلندی امپراتوری آگراوا نمیخوام. نه، تو سربلندی رو برای خودت میخوای، ولی میخوای توسط مردم من بهش برسی. حکیم، این افراد هر فرمانی رو که بدی اطاعت میکنن، ولی تصمیم با خودته. وقتی که جعفر داره کشورمون رو نابود میکنه، تو ساکت میمونی یا کار درست انجام میدی؟ و طرف مردم آگرابا میستی؟